بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت هموطنان عزیزم، همراهان همیشگی برنامه روی خط زندگی، همه شما عزیزانی که همکنون بیننده و همراه ما هستید در هر کجایی که هستید و از هر کجایی که دارین برنامه ما رو تماشا میکنید، انشالله که در صحت و سلامتی کامل باشید و از مشکلات زندگی، اتفاقات ناگوار و تمام چیزهایی که موجب آزردن شما و رنجش خاطرتان میشه به دور باشین. برنامه خودتان هست مثل همیشه در عصر زیبا و دلپذیر روز چهارشنبه در کنار شما عزیزان هستیم و خوب هست که در خصوص روانشناسی خانواده برای شما از این صحبت هایی داشته باشیم. موضوع امروز ما بتانه گره از مشکلات فراوانی که در جامعه ما در پیوند و ازدواج و خانواده وجود داره را باز کنه. پس میطلبه که شما از این تا پایان صحبت همراه ما باشید. دوستان عزیز و ارجمند، از دستورات اکید دین مبین اسلام و از لازمه زندگی اجتماعی ما این هست که در موعود مناسب دختران و پسران باید همت و تلاش کنند تا اینکه زندگی مشترکی را بنا به دستورات دینی درست کنند و بتونند که یک واحد کوچک اجتماعی را به پیش ببرند. همیشه صحبت از این میشه که یک خانواده موفق و یک ازدواج موفق چگونه یک ازدواجی میتونه باشه. واقعا بحث انتخاب همسر و ازدواج یکی از اون مباحث بسیار پر اهمیت و در این حال مشکل در جامعه میتونه باشه که لازم هست در او خصوص صحبت هایی داشته باشه. ما میخواییم امروز در خصوص معیارهای انتخاب همسر برای شما عزیزان صحبت هایی داشته باشیم. جوانان عزیزی که میخواین ازدواج کنن چه معیارهایی رو باید در کنار یک دیگر در ذهن خود داشته باشن، اونا را مورد بررسی قرار بدن، عملی کنن تا اینکه یک ازدواج موفقی داشته باشن. این سوالی است که خیلی از ما به دنبالش هستیم که معیار اصلی برای انتخاب همسر چی هست، این معیارها را چطور و از کجا باید شناسایی کنیم، از چه کسایی در این راه کمک بگیریم و سایر مواردی که میتونه در واقع همانند یک سوال در ذهن ما باشه. برنامه امروزی ما در واقع میتونه جواب معقولی برای این سوال شما از آن ارائه کنه و به اتفاق یک دیگر صحبت خواهیم داشت در این خصوص که معیارهای انتخاب همسر چه چیزهایی میتونن باشن. میهمان گرامی ما خانم احسانی هستند و ایشان قرار است که در این خصوص برای شما عزیزان صحبت داشته باشن. سلام و عرض ادب خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان خوب برنامه روی خط زندگی و همچنین در همین ابتدا آرزو میکنم که همه بینندگان برنامه خوب روی خط زندگی و شاید همه هموطنانمون انشالله که در عافیت و تندرستی و سلامتی باشن انشاءالله هستم در بحث امروز در خدمت. سپاسگزاری میکنم خانم احسانی، خیلی خوش آمدید. به مراتب در همین برنامه و سایر منابعی که در پیوند و مباحث اجتماعی و خانوادگی در واقع صحبتی برای گفتن دارن تاکید شده و بیان شده که خانواده و تشکیل خانواده و مسئله ازدواج چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در کناری که از دستورات دینی ما هست برای رسیدن به امنیت خاطر روحی و روانی، برای اینکه جامعه ما یک جامعه مسئولی باشه، برای بقای نسل بشریت لازم هست که در وقت مناسب ازدواج صورت بگیره. کلی به این موضوع نداریم، در جای خودش صحبت شد، اما بحث امروز ما در خصوص معیارهای انتخاب همسر هست. میخواییم مشخصا از همین موضوع شروع کنیم و اون نکاتی که مد نظر شما هست به تفسیر بیشتر بگیریم. اولین موردی که میتونه یک معیار برای انتخاب همسر باشه چه معیاری هست؟ خیلی نکات ارزنده گفتین. من ابتدا یک مقدمه عرض بکنم، انشالله برمیگردیم به بحث خودمون. ببینید، ازدواج شاید مهمترین اتفاق در زندگی هر فردی هستش
وقتی مهمترین اتفاق هستش قطعا باید یک انتخاب درست صورت بگیره در بحث انتخاب همسر. حالا هم آقا میتونه این دقت داشته باشه که چه خانومی رو برای خودش انتخاب کنه و همچنین خانوم هم این دقت رو داشته باشه که بر چه همسری رو باید انتخاب بکنه. ببینید یک مقطع بسیار مهم هستش این انتخاب و خیلی هم سازنده است. چرا میگیم سازنده؟ قطعا ما شاید اینو اقراق نکنیم که ما در این انتخابمون، این که من یه همسری برمیگزینم انتخاب میکنم، خب یک عمری رو قرار هست که با هم زندگی بکنیم و تأثیرپذیری های زیادی از همدیگر داریم، پس شایسته است که یک انتخاب سازنده باشه، انتخاب درستی باشه. که اگر مثال بزنم براتون، اگر من شخص متدینی هستم و انتخاب من شاید طرفی که انتخاب میکنم خیلی تدین نداشته باشه، در این زندگی که ما با هم هستیم قطعا تأثیرات بر من هم خواهد گذاشت. شاید من هم یه انسان عادی شدم و از این تدین فاصله گرفتم. همینطور نقطه مقابلم همینطور هست. مسئله دوم مسئله تربیت هست، انسانسازی هستش. قرار هست با ازدواج ما، همینطور که شما هم ابتدای بحث عنوان کردید، گفتید قرار یکی نسلی تربیت بشه، پس من باید یه انتخاب شایسته‌ای داشته باشم که قرار هستش فردا و آینده و نتیجه این ازدواج فرزندانی رو که باید مفید باشه تحویل اجتماع و جامعه بدم. پس با این مقدمه اینو مد نظر داشته باشیم. من دو تا نکته هم آسیب شناسی داشته باشم، انشالله بعد بریم سراغ مباحث. شاید جامعه سنتی افغانستان شاید اینطور عنوان بکنیم، گاهی حق انتخاب همسر گرفته میشه. اینو خیلی تاکید میکنم، نمیدونم رسانه ها رو بگیم، شاید علما رو بگیم، این فرهنگ سازی باید صورت بگیره که پدر و مادر خیلی مناسب هست، بله اونها بزرگتر هستن، ما از اونها یعنی این حق رو به جوانها بدیم که خودشون هم انتخاب بکنن. بله. اما نگاه ما این که نمیگیم که پدر و مادر کنار گذاشته بشن، نگاه مشورتی رو هم جوانها از اونها بگیرن، اما نه این که کلن حق انتخاب به جوان داده نشه و فقط خانواده ها تصمیم گیرنده باشن. این آسیب های خاص خودش رو در جا داره. یکی هم نکته دیگه هم که باز همین آسیب شناسانه بگیم علاوه بر این نکته، باز هم پیوندی با همین نکته داره، یکی این که حتما باید شناخت کامل باشه. در اگر من میخوام انتخابی داشته باشم در باب انتخاب همسر، قطعا اولین مسئله ای که خیلی تمام این معیاری که ما شاید امروز 10 تا معیار رو میخوایم بحث بکنیم بررسی بکنیم، اولین نکته این هستش که من یک شناخت کامل داشته باشم تا این انتخاب درستی باشه. چطور من این معیارها رو انتخاب بکنم؟ با یک شناخت. باز هم میگیم خانواده ها این اجازه رو بدن که جوان خودش اولا انتخاب بکنه، مشورت بدن خانواده، قطعا اونها تجربه های خوبی دارن، قطعا مشورت اونها مفید هست، قطعا سازنده است، اما حق انتخاب به خود جوان ها هم داده بشه. و وقتی که این حق انتخاب داده بشه، باز هم به جوان‌ها این توصیه رو داریم که حتما در مسئله شناخت، در مسئله انتخاب دقت بکنن، شناخت کافی پیدا بکنن، بعد بتونن انشالله یک انتخاب درستی باشن. تمام این معیارهایی که ما می‌خوایم عنوان بکنیم، اگر مسئله شناخت نباشه ما نمی‌دونیم این معیار این آقا دارا هست یا نیست، پس خیلی دقت داشته باشن در این امر که شناخت اول داشته باشن، بعد انشالله بتونن یک انتخاب درست و اون معیارها رو هم در این شناخت میتونن به دست بیارن. یک امام صادق علیه السلام خوب هستش که از باب تبرک این روایت رو هم عنوان بکنیم، که امام صادق فرمودن خوب دقت کن که خودت را در کجا مینهی و چه کسی را شریک زندگی خود میگردانی، که او بر دین و اسرار دینیت نیز آگاه خواهد شد. طبق همون مثالی که من اول زدم، قطعا تاثیرگذاری خاص خودش رو داره. باز هم امام صادق در جای دیگه فرمودن زن به منزله گردن بندی است که به گردن میافکنی، پس مراقب باش که چیزی رو بر گردن میافکنی. این هم از باب تبرک گفتیم عنوان بکنیم، که پس انتخاب خیلی مهم هستش که باید دقت داشته باشیم. ببینید ازدواج خودش یک امر بسیار مهمیه توی زندگی هر شخص. قطعا باید یک انتخابی رو که میکنیم دقت در این امر داشته باشیم. انشالله که خانواده هم اون اجازه رو بدن که این حق انتخاب در جای خودش حق خود جوان باشه. اما انشالله ما باز در معیارها میگیم که شایستگی البته به اون مسئله بلوغ فکری طرف رسیده باشه که بتونه این انتخابش هم عاقلانه باشه، از خانواده هم به خوبی مشورت بگیره و انشالله که سازنده باشه.
ما یک نکته دیگر هم سه تا نکته اینا رو از باب مقدمه بگیم، تاکید میکنیم جوانهای عزیز، انتخاب باید یک انتخاب عاقلانه باشه، آگاهانه باشه، بدور از احساس. حتی ما میگیم عشق تنها هم نمیشه کفایت کرد بگیم که خب طرف گفت من عاشق هستم و انتخابم بر اساس این عشق است. نه، عشق به تنهایی هم قطعا عاقلانه نیست، قطعا دخیلی در احساسات هست. پس عاقلانه و آگاهانه تصمیم بگیریم و به دور از احساسات بتونیم یک انتخاب خوب داشته باشیم. انشالله که حالا این سه تا مقدمه انشالله در ذهن ها ماندگار بشه، بریم سر بحث خودمون انتخاب هم. دین مبین اسلام تأکیدی که داره، شاید معیارها رو اگر از نگاه دینی نگاه بکنیم، اولین مسئله مسئله تدین هستش. بله. خدا باوری و دین باوری که خیلی دارای اهمیت هستش، که اسلام توصیه میکنه که اگر میخوای همسری برگزینی و انتخاب بکنی، قطعا باید مسئله تدینش رو در نظر بگیری که او شخصی باشه که خدا باور باشه، تدین و ایمان و عمل صالح خیلی براش مهم بشه. چرا ما این امر رو چرا میگیم؟ ببینید، پایبندی ما، منظور ما از تدین این هستش. گاهی من عنوانن، خیلی ها هست در جامعه هست که عنوانن مسلمان هست، اما پایبندی به آموزه های دینی رو خیلی درش کمرنگ هست. وقتی دین تأکید میکنه که اون تدین رو داشته باشه، یعنی کسی باشه که پایبند باشه به آموزه های اسلامی و دستورات دینی. دین ما چی میگه؟ دین میگه ظلم نکن، تعدی نکن، حق کسی رو زیر پا نگذار. قطعا اگر من کسی رو که اعتقاد خدایی نکرده، عنوانا شاید مسلمان باشه، اما اینقدر تدین دینیش قوی نباشه، قطعا او به راحتی ظلم میکنه، به راحتی شاید گستاخی بکنه، شاید به خانومش فحش بده، حق خانومش رو بخوره، و نقطه مقابلش شاید خانم هم چنین کارهایی بکنه. خب کسی که شاید خانمی که تدین نداشته باشه، عفت نداشته باشه، پاکدامنی نداشته باشه، به تمام اینها رو، وقتی که توصیه دین این هستش که تدین رو باید ما خیلی از شروط اصلی انتخاب همسر باید مد نظر بگیریم، خیلی ما نگاه بکنیم، بررسی بکنیم. بله، ببینید، دین ما خیلی دین زیباست، دین اسلام. اگر ما رابطه زن و مرد رو نگاه بکنیم، در دین تأکید بر مهرورزی شده، تأکید بر عاطفه بین زن و مرد شده. اصلا دین اسلام دینیه که همش به مرد توصیه میکنه بگذر، گذشت کن، مدارا کن. ما این نمونه این روایات رو خیلی زیاد داریم. پس انشاءالله که جوانهای ما مد نظر داشته باشن، اولین نکته در انتخاب یک همسر شایسته تدین و خدا باوری و دین باوری رو حتما حتما مد نظر بگیره، که از شروط اساسی و خیلی مهم هستش. و تدین انقدر مثلا مهم و مفید باشه خانم احسانی، که اگر یک مرد یا یک خانمی تدین داشته باشه، همه ی همت و تلاش خود میکنه برای بهبود وضعیت زندگی خود. بله. و اگه خدای نکرده بنابر دلیلی زندگی باب میلش و دلش هم نباشه، بعد این تدین سبب میشه که ظلمی هم در برابر جانب مقابل نکنه، و یه از خوبی های دین داری است که چنین باوری داره رشد میکنه. دقیقا بر طبق همین گفته شما، شخصی از امام حسن مجتبی علیه السلام مشورت خواست. امام حسن مجتبی گفت که گفت من دخترمو به چه شخصی بدم؟ امام حسن مجتبی فرمودن او رو به مرد با تقوا شوهر بده. بله. زیرا که اگر دختر تو رو دوست داشته باشد که گرامیش هم می‌دارد، اگر دوستش هم نداشته باشه چون دین داره ستم نمی‌کنه. ستم نمی‌کنه. بله. چون دین ما این اجازه رو بهش نداده. دین گفتیم که دین تأکید بر مدارا داره، تأکید بر گذشت داره، تأکید بر مهرورزی و عاطفه داره. پیغمبر مکرم اسلام، باز هم این روایت رو بخونیم که خیلی زیباست، میگه بر شما باد که همسر دیندار بگیرید. بله. و در جای دیگه میگه که نزدیکترین شما به من کسی است که با خانوادش به نیکی و شایستگی رفتار میکنه. پس این بارزه رو یادمون باشه، این شاخصه رو در انتخاب همسر، که ما شخصی رو انتخاب بکنیم که از لحاظ تدین دینی قوی باشه. بله. که قطعاً و قطعاً زندگی هایی که دین از استحکام خوبی برخوردار هست، قطعا رفعت در اون زندگی، مهرورزی در اون زندگی بنابر توصیه های دینی قطعا پررنگتر هست، و زندگی شاید بهتر و خوبتر، شاید ظلمی به راحتی صورت نگیره، شاید به راحتی تعدی حقوق صورت نگیره. دومین موردی که باز هم از نگاه دینی ما عنوان بکنیم، تأکید شده بر این که کسی را انتخاب بکنید که اخلاق نیکو و شایسته‌ای داشته باشه.
شاید این هم از اون معیارهایی باشه که در جای خودش باید حتما دقت نظر باشه. ببینید وقتی که ما یک شخصی رو میگیم تو هم تدین داشته باشه هم اخلاق، شاید این دوتا گره در هم داشته باشن، اما حالا ما جداگانه میتونیم عنوان بکنیم. ببینیم ویژگی های اخلاقی رو اگر ما جستجو بکنیم، میگه خوش نرم خویی، خوش اخلاقی، حق پذیری، تواضع، وفاداری، تمام اینها رو ما در کی میبینیم؟ یک شخص با اخلاق. بله. و اخلاق، کسی که اخلاق داره خب اون نرم خویی رو داره، ملاتفت رو داره، شاید اغماز داره، گذشت داره، وفاداری داره، صبر داره، تمام اینها خصیصه های یک افراد، یک شخص با اخلاق هستش. بله. شاید ما در زنان هم بگیم که اگر مثلا اون خانم خوش اخلاق هست، خب اون وقار رو هم داره در کنارش، از لحاظ اخلاقیش میگیم، حیا رو هم داره، متانت رو هم داره. پس دومین توصیه دین به ما این هستش علاوه بر تدین، اخلاق شایسته هم داشته باشه. قطعا ببینید یک مثال دیگه هم عنوان بکنم، شاید تمام بدی های دنیا رو اگر نگاه بکنید در بد اخلاقیه، شاید کلید همه بدی ها در بد خلقی باشه. خشم، غضب، وقتی کنترل نمیشه زندگی به چقدر ناکجا آباد میرسه، چه ناراحتی هایی که در زندگی صورت نمیگیره در اثر خشم، غضب. خب گاه اون که خصیصه اخلاقی نداره ممکنه تهمت بزنه، ممکنه خیلی چیزهای دیگه، اما کسی که اخلاق داره قطعا نقطه مقابل اینها هستش، نرم خو هست، با اخلاق هست. وقتی که اخلاق خوب هست، خب بین این دوتا قطعا مدارا و گذشت هم بیشتر هست و رفعت، شاید مهرورزی، شاید عاطفه، تمام اینها در فرد خوش اخلاق وجود داره. این توصیه هم انشالله که جوان ها مد نظر بگیرن. باز هم این روایت رو از پیامبر بخونیم که بسیار زیباست، با کسی که اخلاق و دینش مورد پسند باشد ازدواج بکنید، که اگر چنین نکنید فتنه و فساد رو قطعا دچار میشوید. این روایت پیغمبر هم دقیق بر همون مواردی که ما از خصوصیات اخلاقی گفتیم داراست. پس اون چی که مسلم هستش، فردی که دارای صفات اخلاقی خوبی هست، قطعا در یکی نکته دیگه در طرف مقابلش هم تاثیرگذار هست. ممکنه من طرف مقابلم شخص بسیار با اخلاقی باشه، من نباشم، اما خلقیات و اخلاق نیکوی او قطعا در من تاثیرگذار است و گاهی من هم ممکن است که این شیوه اخلاقی رو انتخاب بکنم و انشالله که سازنده است. پس انشالله که دقتی در این امر داشته باشیم، علاوه بر تدین، خوش اخلاقی هم از معیارهای بسیار خوبی هست که قطعا جوانان باید در نظر بگیرن. ممنون از صحبت‌های شما خانم احسانی. دو نکته رو به اتفاق شما به بحث و گفتگو گرفتیم، انشالله میان برنامه‌ای رو ببینیم و بعد از او سایر موارد صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، دعوت میکنم که شما از آن شاهد میان برنامه‌ای باشیم و انشالله در بخش دوم هم بیشتر در خصوص معیارهای انتخاب همسر صحبت خواهیم کرد. دوباره خوش آمدید دوستان. ما داریم در برنامه خود در خصوص معیارهای انتخاب همسر صحبت میکنیم، یعنی معیارهایی که آگاهی کامل در رابطه با این معیارها میتونه ما رو به یک زندگی موفق و ازدواج موفق برسونه. معیارها با اون صفتهایی که باید در جانب مقابل مورد لحاظ قرار بگیره، همکاری، مشاوره و راهنمایی بزرگان که خیلی میتونه کمک کنه. اما اعمال نظر فکر میکنم که دلیلی هست که خیلی اوقات جامعه ما را دچار نابهنجاری هایی کرده در بحث ازدواج و خیلی از مشکلات زندگی های مشترک به دلیل هست که انتخاب همسر گاهی اوقات یک جبر و اجبار از جانب خانواده بوده، که انشالله همه ما توجه داشته باشیم که این مسئله را به حداقل خودش برسانیم. ممنون از صحبت های شما خانم احسانی. دو نکته تحت عنوان تدین و اخلاق نیکو دو موردی بود که تا اینجا یه برنامه به او پرداختیم. سومین نکته چه چیزی هست؟ سومین موردی که رو باید عنوان بکنیم شرافت خانوادگی هستش. این رو هم باید توضیح بیشتر بدیم انشالله باز بشیم. از ملاک‌های دیگر انتخاب واقعا مسئله همین شرافت خانوادگی، یا عنوان بکنیم اصالت خانوادگی، که مسئله باز هم در جای خودش خیلی مهم هست. چرا مهم هستش؟ ببینید
ما وقتی میگیم شرافت خانوادگی یا اصالت خانوادگی، قطعا منظورمون شهرت و ثروت و موقعیت نیست. بله. منظورمون همون تربیت صحیح در یک خانواده، نجابت، پاکی یا همون تدین خانوادگی و ایمان و اینها هستش که میگیم خانواده‌ای که دارای اصالت هست، دارای شرافت هست، یعنی این خانواده‌ای که تربیت در اونجا یک تربیت صحیح شکل گرفته، خانواده‌ای که از لحاظ اخلاقی و از لحاظ رفتاری و از لحاظ تدین خانواده‌ای درستی هست. ما به این خانواده، به این نوع خانواده میگیم که خانواده با شرافت، با اصالت. و گفتیم، بازم میگم، منظورم این گاهی ما شاید شرافت خانوادگی بگیم خانواده ای که خب دارای ثروت آنچنانی هست، شهرت آنچنانی هست. نه، منظور اصلی اینها نیست. یعنی خانواده ای گفتیم جایگاه و تربیت حقیقی در اینجا صورت گرفته باشه و اون تدین، میگم اخلاق و تمام اینها در یک خانواده خوب صورت گرفته باشه. چرا؟ باز هم اینو ببینیم. اول روایت بخونیم از پیغمبر مکرم اسلام که میگه ای مردم، بپرهیزید از سبززاری که بر فراز مزبله و منجلاب رویده است. سوال میشه از پیغمبر که منظورتون چیه؟ این مزبله و منجلاب چیه؟ این سبززار چیه؟ میگه زن زیباییه که در یه خانواده پلیدی رشد کرده باشه. پس ببینید، اون چی که مسلم هستش، ما میگیم خانواده‌ای که اصالت داشته باشه، خانواده‌ای که واقعا جایگاه تربیتی درستی در اونجا شکل گرفته باشه و فرزندی که در اونجا رشد کرده باشه از یک تربیت حقیقی شکل گرفته باشه. ببینید، خانواده خیلی تاثیرگذار هستش در تربیت. ببینید، طبق همین روایت که خوندیم، پیغمبر میگه تنها به زیبایی اکتفا نکن، ببین خانوادهش چطور خانواده‌ایه و در کجا تربیت شده. گفتیم در منجلاب نباشه این تربیت، تربیت جایگاهی درستی داشته باشه. بله. ببینید، حتی ما اگر نگاه بکنیم، حتی از لحاظ وراثتی هم گاهی ممکنه یک انسان خیلی بد اخلاق باشه، این از لحاظ وراثتی هم در نسل او، همونطور که ما میگیم وقتی که مادر باردار هستش، زبان خودش رو، خوراک خودش رو، تمام روحیات خودش رو باید کنترل بکنه، چرا که قطعا در جنین تأثیر گذار هستش. پس اون اصالت خانوادگی که ما میگیم، منظور این هستش که در یک جایی، در یک خانواده تربیت شده باشه که خانواده از اون پاکی، نجابت یا اون ایمان و تدین برخوردار باشه و نوع رفتار و تربیت هم شایسته صورت گرفته باشه. پس ما میگیم که سومین ویژگی این که تو از چنین خانواده انتخاب بکن که دارای تربیت صحیح، اخلاق، تدین، ایمان، همه اینها به نحو خانواده‌ای باشه که دارای این ویژگی ها باشه، که قطعا تأثیر گذار هستش. حتی از لحاظ خود نوع تربیت در جای خودش تأثیر گذار هست. فرزندی که در خانواده بزرگ شده که شاید آداب اخلاق اسلامی در اونجا نبوده، شاید نوع رفتارها، شاید احترام کوچکتر و بزرگتر در اونجا نبوده، شاید خانواده گاهی به راحتی فحاشی کردن، خب سمت و سویی که این بچه شکل گرفته همین میشه، نحوه شکل گیری شخصیت او چنین شخصی میشه. او هم به راحتی توهین میکنه، او هم به راحتی شاید گاهی تکذیب میکنه، گاهی ناحقی میکنه. تمام اینها حتی از لحاظ، یعنی خانواده میتونه از لحاظ وراثتی هم تأثیر گذار باشه. پس انشالله سومین ویژگی را مد نظر داشته باشیم، از خانواده ای که میخواییم انتخاب بکنیم، همسر انتخاب بکنیم، حتما انشالله اون جایگاه تربیتی صحیح و اون خانواده ای که از اون تدین ایمان برخوردار باشه بخواییم همسر انتخاب بکنیم. چهارمین معیار و انتخاب که باید خیلی باز هم درش دقت بشه و تأکید دین مبین اسلام هم بر این هستش، شخصی رو که انتخاب میکنیم باید سلامت روحی و جسمی داشته باشه. حالا جسمی که ظاهرتاً قطعاً خب معلولیت ها، نواقص ها، اینها در جای خودش خیلی بارز است که خب اگر من با چنین شخصی، قطعاً خب زندگی دچار مشکل میشه. این رو ما البته اینم نفی نمیکنیم که خب اینها اصلا حق ازدواج نداره، اونها هم میتونن با هم نوع خودشون، هم کسی که مثل خود اونها هست، ازدواج بکنن. اما تاکید شده که ما دقت داشته باشیم که طرف مقابل ما سلامت روحی و جسمی داشته باشه. ببینید، علاوه بر سلامت جسمی، آله دین مبین اسلام مثلا حتی ما در روایات داریم که از بیماری های مثل جذام و جنون شما نباید زن بدید، نهی شده از ازدواج با اینها خیلی. اما علاوه بر این بیماری های جسمی، خیلی مهم هستش که من این شناخت رو از طرف مقابل داشته باشم که او سلامت روحی داشته باشه. ببینید، گاهی انسان های خیلی زیاد شاید هستن که
دوچار وسواس هست، شاید دوچار شکاکی هست. اینها بیماری های روحی روانی هستش که اگر خدای نکرده این دقت مد نظر نداشته باشه، قطعا زندگی دوچار آسیب خواهد شد و شاید اون انتخاب قطعا انتخاب شایسته نیست. پس دقت داشته باشیم در این هم. یک نکته شما ابتدای بحث فرمودید که گفتید که این شناخت ها رو من از کجا داشته باشم. خب انشالله که این فرهنگ رو هم ما رسانه های ما باز هم به دوش بگیرن که فرهنگش این شناخت کافی و همچنین تحقیق رو در جامعه، شاید این جامعه ما این مورد خیلی کمرنگ باشه، انشالله زمان بیشتری گذاشته بشه برای اینکه من روی یک فرد میخوام او رو انتخاب بکنم، شناخت کافی تر و شناخت بیشتر و بهتری پیدا بکنم، ببینم آیا سلامتی روحی روانش چطور هست. خیلی انسان ها هست شاید در جامعه ما رفتار بکنیم به راحتی نمیشه تشخیص داد او انسان شکاکی است، شاید او انسان خیلی وسواسش در حد بالایی باشه. اینها بیماری های روانی و این من مثال زدم، شاید خیلی بیماری های روانی دیگری هم وجود داشته باشه که در یک رفتار ساده نشد تشخیص بدیم که او چنین هست. پس باید زمان بیشتری برای این شناخت ها گذاشته بشه که انشالله خدای نکرده دقت نشه در این امر که قطعا آسیبزا خواهد بود. ان شاء الله که دقت بشه در این موارد که ما کسی رو انتخاب بکنیم که سلامتی روح و روانش و همچنین جسمش هم مد نظر گرفته بشه. بسیار عالی، سپاسگزارم خانم احسانی. این نکته ای که اشاره فرمودید خیلی مهم است و امیدوارم که همه خانواده های عزیز و عزیزانی که هم اکنون بیننده ما هستن اهتمام داشته باشن و توجه داشته باشن که تحقیق و شناخت لازم در رابطه با خانواده ها یک اصل بسیار مهم است. ممکن هست 4 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه طول بکشه، اما اگر این شناخت صحیحی باشه میتونه ضامن یک عمر سلامت. زندگی مشترک موفق باشه که اگر اینگونه باشه واقعا برای جوانان خیلی میتونه خوشایند باشه. تشکر از صحبت‌های شما، ممنون. ادامه این مواردی که در خصوص معیار انتخاب همسر باقی مانده ان شاءالله در بخش سوم صحبت می‌کنیم. دوستان عزیز ارجمند، باز هم شاهد میان برنامه‌ای هستیم، گزارشی هست در خصوص معیارهای انتخاب همسر و دیدگاه‌های هموطنان عزیز خود در این خصوص جویا شدیم. با همدیگه می‌بینیم و ان شاءالله در بخش سوم هم همراه شما هستیم. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز و ارجمند، بخش پایانی برنامه ما هست و امروز در خصوص معیارهای انتخاب همسر برای شما ازن صحبت کردیم. امیدوارم که ارائه پژوهش و تأمل پیرامون معیارهای صحیح انتخاب همسر بتونه عاملی باشه برای ایجاد زندگی‌های مشترکی که منجر به موفقیت، شادکامی و سعادت باشه. در خدمت شما هستیم خانم احسانی. سایر مواردی که باقی مانده را انشالله به بحث و گفتگو می‌گیری باشه. پنجمین موردی که باید عنوان بکنیم، این هم از شروط اصلی بهتر بگیم که هستش، در انتخاب همسر ما شخصی را انتخاب بکنیم که به یک بلوغ فکری رسیده باشه که شاید بتونه معنای اون مسئولیت پذیری رو در زندگی درک بکنه. بله. یعنی علاوه بر این که ما گفتیم دین داشته باشه، اخلاق داشته باشه و این که گفتیم که از شرافت خانوادگی برخوردار بشه، نکته مهم دیگر این که واقعا به این بلوغ فکری رسیده باشه. چرا که قرار هستش در زندگی مشترک یک انسان دیگه اضافه بشه به یک زندگی و یک زندگی اصلا تشکیل بشه. خب زندگی که میخواد تشکیل بشه قطعا مسئولیت ها و تکالیفی رو به همراه خواهد داشت. گاهی شاید این آسیب در جامعه سنتی افغانستان خیلی زیاد هستش که ازدواج ها همطور که گفتیم بنابر توصیه خانواده ها و گاهی خیلی زود هنگام صورت میگیره. این آسیب هستش، شاید طرف به اون بلوغ فکری هنوز به اون استقلال فکری نرسیده باشه و قطعا وقتی به بلوغ فکری نرسه مسئولیت پذیری و تکالیف رو هم نمیتونه به نحو احسن انجام بده. این توصیه دین هستش که تأکید شده که ما شخصی را انتخاب بکنیم که از بلوغ فکری و از عهده اون مسئولیتی که به عنوان تشکیل یک زندگی و یک خانواده و یک
او خودش به تنهایی آقا بود یا خانم بود، الان یک شخصی به زندگی اضافه شده و مسیر زندگی یا محدوده زندگی برای او یک جایگاه ویژه تری شده. انشالله که ما شخصی رو انتخاب بکنیم که از اون بلوغ فکری برخوردار باشه و مسئولیت و تکالیف خودش رو در حیطه جدید بشناسه، و قطعا این هم اگر مد نظر گرفته نشده باشه قطعا در جای خودش آسیبزا خواهد بود، که گفتیم شاید این مورد در ازدواج های زود هنگام بیشتر دیده بشه. یکم سرعت بدیم انشالله برسیم به همه مطالب. هم کف بودن از مسائل اصلی هستش که باید خیلی رعایت بشه در مسئله انتخاب همسر. ببینید هم کف بودن میتونه از تمام مسائل، حالا حتی از بحث زیبایی، حتی از لحاظ تناسب تحصیلی، تناسب اقتصادی، یعنی مال دارایی ممکنه یکی خیلی زیاد باشه، اینا تناسب از لحاظ مال دارایی هم تناسب نداشته باشن، قطعا شاید بعدها در زندگی آسیب ها و مشکلاتی پدید بیاد. از لحاظ سطح فرهنگی خانواده ها، تمام اینها از لحاظ شأن و همکفیت تاثیرگذار هستش که حتما باید مد نظر گرفته بشه. گاهی باز هم میگم در جامعه ما شاید دیده میشه که از لحاظ عقاید خیلی در نظر گرفته نمیشه، این هم از لحاظ همون همشن بودن هم کفیت، ما حتی عقاید رو هم باید در نظر بگیریم. و مهم هم هستش که زندگی شاید به این راحتی ها ما نتونیم ساده در نظر بگیریم که به اینها فکر نکنیم. پس علاوه بر این مسئله شاید فاصله سنی هم خیلی مهم هستش که در روایات شاید 3 تا 7 سال برای تفاوت سنی خانم با آقا باید باشه، که گفتم قطعا خانم ها باید کوچیک‌تر باشه و آقایان 3 تا 7 سال بیشتر بزرگتر باشه. بله. و معیارهای دیگری هستش که من سعی میکنم خلاصه تر بگم. یکی از معیارهایی که واقعا باید دقت بشه لحاظ روانشناس هماهنگی روحی روانی هستش. ببینید ما باز توصیه میکنیم که این شناخت حقیقی باشه، شناخت کافی باشه. ببینید ما نوع انسانها قطعا از لحاظ روحیات با هم متناسب هستن، با هم تفاوت دارن، یکی ممکنه خیلی درونگرای شدید باشه، یکی خیلی برونگرای شدید باشه. این دوتا آدم قطعا نمیتونن با هم یک به تفاهم اخلاقی، به سازگاری واقعی برسن تا اون جاده سعادت حقیقی رو طی بکنن. پس اینها ممکنه یک فردی باشه خیلی اهل اجتماعی، اهل معاشرت، اهل گفتگو باشه، طرف مقابل ممکنه خیلی گوشه‌گیر، منزوی باشه. پس باز هم این رو حالا از لحاظ خیلی پایه‌های دینیش رو نگاه نکردم، قطعا دین همچنین توصیه‌هایی داره، اما از لحاظ روانشناسی قطعا و قطعا ما کسی رو که با عنوان شریک زندگی خودمون انتخاب می‌کنیم سعی بکنیم که روحیات و خلقیاتش رو بشناسیم که تا یه حدی ما با او هماهنگی داشته باشیم، که قطعا اگر چنین نباشه ما در زندگی شاید خیلی به راحتی دچار مشکلات فراوانی بخوایم بشیم. و اینها شاید محور تمام اون معیارهایی که عنوان کردیم، محورها رو سعی کردیم عنوان بکنیم. این 10 تا مورد بود که خدمتتون عنوان کردم. بله ممنون، سپاسگزاری میکنم، تشکر. با تمسک به این 10 مورد هست که فکر میکنم میتونیم ضامن یک زندگی مشترک موفق شاییم، که در واقع آرمان خیلی از جوانان این هست که از ثبات، صلح، صفا و صمیمیت کامل برخوردار بشن و اگر این موارد رعایت داشته باشن و توجه کنن، اندیشه قبلی، تفکر و با منطق گام برداشتن خیلی میتونه مهم باشه. و همچنین اشاره‌ای که شد و باز هم من میخوایم تأکیدن این موضوع رو برای بینندگان از خود بیان کنیم که تحقیق حتما باید باشه خانم احسانی، و برای شناخت بیشتر خانواده ها باید مدتی را وقت بگذارن عزیزان، در این که انشالله این شناخت کافی هم یکی از او عوامل موفقیت ازدواج ها باشه. زنده و سلامت باشین، سپاسگزاری میکنم. در پایان برنامه نزدیک میشیم داریم و خیلی کوتاه فرصت باقی مانده، فکر میکنم دیگر برای سوالات جانبی فرصت نیست. نظریه پایانی شما رو در این خصوص میشنویم، آنچه که فکر میکنین باقی مانده و برای بینندگان عزیزم باید بیان کنین، و انشالله بعد از او از حضور شما خداحافظی میکنیم. من یه مژده بدم انشالله، که یعنی فکر میکنم این برنامه نیاز هستش که ما انتخابهای نادرست هم مورد بررسی قرار بدیم. البته من در همین برنامه در نظر گرفته بودم که حالا فرصت و زمان نداریم. انشالله همونطور که ما ذکر کردیم و 10 تا معیار رو عنوان کردیم برای انتخاب شایسته، که قطعا اگر این موارد در نظر گرفته بشه ما میتونیم یک انتخاب درستی باشه. اما حتما نگاه آسیب شناسانه رو داشته باشیم به بحث این، که انشالله در جلسه بعد و برنامه بعد که
بحثی رو داشته باشیم که ما چه انتخاب‌هایی رو آسیب شناسی بکنیم که انتخاب اشتباس و قطعاً دچار مشکل میشیم. انشالله اینو موکول میکنیم به برنامه آینده. بله. زنده و سلامت باشین. تشکر از حضور شما در برنامه امروزی ما و برای شما هم آرزوی موفقیت میکنیم. دوستان عزیز و ارجمند فراموش نکنید که هفته بعد روز چهارشنبه در خصوص معیارهای نادرست در انتخاب همسر و شما از آن صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که همچنان این بحث ها را تعقیب کنید که خیلی میتونه برای ما و برای بهبود وضعیت زندگی خانوادگی و اجتماعی ما سازنده باشه. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت در همه عرصه‌های زندگی و در ازدواج ها و زندگی های مشترکتان میکنم. تا دیداری بعد که باز هم فرصت به دست من بیاید و در خدمت شما از اون قرار بگیرم. یکایک شما رو به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.